بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت بینندگان عزیز کانال مسلمان تیوی. به نظر شما اسقاطیل چند تا بمب اتم بزنه ایران رو کلا نابود میکنه؟ بذار یه ذره سادش کنم. 31 استان داریم، فرض کن تو هر کدوم دو تا بخواد بزنه، اونم تو نقاط حساس هر استان، مثلا تأسیساتی، زیرساختی، یه نیروگاهی، پالایشگاهی، چیزی، فرض کن تو هر استان از اینا از همش هست، 31 استان داریم، هر کدوم دو جا رو بزنه میشه 64 تا. هر کدوم از اینا از اسقاطیل پرواز کنه بیاد و اون موشک اصابت بکنه به اون محل، بگو یک ساعت زمان لازم داره. کمه؟ دو ساعت. نه اصلا 10 ساعت. خوبه؟ 64 ضرب در 10 میشه 640 ساعت. ما شبانه روزمون چند ساعته؟ 24 ساعت. 640 رو تقسیم بر 24 ساعت کن، کمتر از 30 روز، یعنی کمتر از یک ماه میتونه بزنه ایران رو کلن کنفیاکون کنه. البته این با این پیشفرضه که ما هم مثل ماست وایسیم نگاش کنیم، یعنی نه پدافندی داشته باشیم، نه رهگیریش بکنیم، نه عکس‌العملی نشون بدیم، هیچ، همینجوری نگاش کنیم اونم بیاد بزنه بره. 64 نقطه حساس در 640 ساعت در کمتر از یک ماه. چرا 45 ساله که نمیزنه؟ یا بهتره بگم نمیتونه بزنه. بریم ببینیم خود نتانیابو چی گفته، برگردیم، خیلی مهمه برنامه. ایران has for example 250,000 satellite dishes. میگه ایران 250,000 دیش ماهواره‌ای داره. این ویدیو مال چند سال پیشه، نمیدونم 10 سال، 15 سال، 20 ساله. الان برید رو ساختمونتون، مخصوصا اونایی که آپارتمان نشینن، 5 طبقه، 6 طبقه، 7 طبقه، یه نگاه به دوروبر خونتون بندازید. این جدای از پشت بوم خودتون ها که 30 تا مثلا دیش ماهواره گذاشتن، همسایاتون دوروبری ها، خصوصا تو شهرستان ها، طبق یه آماری میان تو تهران 70% خانواده ها ماهواره دارن. الان تو شهرستان ها هم این هست. حالا تعدادش الان چقدر شده رو کار نداریم. خب ببینید چی میگه. It has internet use. I once said to the heads of the CIA when I was prime minister that if you want to advance regime change in Iran, you don't have. میگه اگه میخوای تو ایران تغییر رژیم انجام بشه، اینو با CIA ظاهرا رفتن صحبت کردن، یه کاری باید بکنید. چیکار کنیم؟ To go through the CIA cloak and dagger stuff. What you want to do is is take very large, very strong transponders and just beam Melrose Place and Beverly Hills to. میگه آقا شما برید سراغ ساخت سریال هایی مثل ملروز، مثل بیورلی هیلز. جدای از اینا، همین بیخ گوشمون کشور دوست و برادر مسلمان ترکیه، سریال هایی که داره میسازه 180 قسمت، 300 قسمت، 4500 قسمت، خیانت در خیانت، عشق های مثلثی، خیانت مثلثی، نمیدونم فلان مسحر، هر چی مثلث توش هست اینا دارن. بعد عاشق چش و ابروی من و شما هم هستن، رایگان نگاه کن، فقط کافیه دیش داشته باشی بچرخونی اونوری. اسمشون هم نمیدونم ولی میدونم که باید بچرخونی اونوری، یه سریاش اینوری میچرخه، سریاش اونوری، فقط سریالا رو میگیره، خیالتون راحت. رایگان، زن و مرد با بچه‌ها نشستن تو خونه دارن یه سریال ترکیه مشتی میبینن، 6 ماه بعد میبینه زن روسریش داره میره عقب‌تر، ارتفاع روسری هم داره کمتر میشه، کم کم حجمش کم 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 باز میشه، کم کم بعد بچه با شلوارک تو خونه یواش یواش و اینا. بعد به خودش میاد میبینه آقا مثل قورباغه آرام پز، اصلا هیچ نفهمید چی شد. خب که چی بشه نتانیاهو؟ این تو تهران، این تو ایران. میگه همینا باعث اختلال میشه. شما با سریال سبک زندگی آدم ها رو عوض میکنی. حالا اون زمان روی ماهواره تمرکز داشتن، الان تو گوشی و دستتون همتون. اصلا نیازی نیست اسقاطیل لشکر کشی کنه، هزینه کنه، بیاد بمب اتم بزنه. خب بمب اتم پول میخواد، زدنش بالاخره یه سری مشکلات داره دیگه. این نهادهای بین المللی هر چقدر بوق باشن اینجا دیگه حساس میشن، کشورها میان پای کار اینا. اما این نه، این هزینه نداره، هزینه مالی داره براشون، پول بدن سریال تولید کنن، از اون هزینه داره، از این هزینه های سیاسی و امنیتی نداره. خیلی نرم با بودجه کمتر چنان کلا سرتو میذارن، یهو به خودت میبینی تا زانو کلا سرت رفته، زن و بچه و خانواده اینا از هم پاشیده. بعد حالا بیا تو این ایرانو میخوای چیکار کنی؟ یارو تو اینستاگرام پیام داده، عکس پروفایلش خودش و زنشه با بدترین وضع ممکن،
بیای وطن چرا دیگه نمیزنیم؟ اعصابم خرد شد انقدر انتظار کشیدیم. میگم چیو کیس قاتیلو دیگه چرا نمیزنیم؟ بزنیم که چی بشه؟ از ایرانمون باید دفاع بکنیم، دشمن فلان پیش دستانه حمله میکنه. میگم خب که چی مثلا تاش که چی تاش میخواد ایرانو بزنه دیگه. میگم نه ما بالاخره غیرت داریم رو خاک اون فلان. تو نسبت به بغلید غیرت نداری؟ چه وضع عکس پروفایله؟ حالا تازه این عکس پروفایلشونه عمومیه، همه میتونن ببینن. اصلا تو روابط خانوادگی ایناشون باید بری ببینی اینا چه جوریان. خب این ایرانو داری حفظ میکنی، برای چی هرس حفظ ایرانو میزنی که به ایران حمله نشه دیگه؟ یه وجب از خاکتو ندی. دشمن الان اومده توی خونت، توی دست زن و بچت، تو حریم خصوصیت، چرا کلتو کردی تو برف؟ این در ادامه چی میگه؟ That is subversive stuff. They watch it. The young kids watch it. The young people, they want to have the same nice clothes and the same houses and swimming pools and so on. And یه اونا هم میخوان همون لباسای قشنگو بپوشن. یعنی سبک زندگی عوض میشه دیگه، غذا عوض میشه، نوع پوشش عوض میشه، رفت و آمدها عوض میشه، باورها عوض میشه، ارزش و ضد ارزش داشت عوض میشه. بعد میگه اینها ظرفیت‌های موجود داخلی هستن. سربازان اسکاتیلند دیگه. قبلا این برنامه داشتیم سربازان اسکاتیل در ایران، اینم هم همونه، هیچ فرقی نمیکنه. حالا میگید این نتانیابوه دشمنه، یه مثلا حرفی زد یه شکری خورد. بریم ببینیم شیخ حسین انصاریان چی گفته. محشر این یتکر رو خوب گوش بدید. شما دختردارا، شما خانوما، تو این در روزه محرم تو این جلسه همین یه حرف بستتون باشه همین. من به نظرم این فردا به بعدم دیگه نیایم کافیه. که پاپ اینو دل بدین به این حرف، سندشم دارم تو خونم. پاپ از 7000 کشیش و کاردینال دعوت کرد واتیکان، رفتن. دستور کار جلسه این بود برای خاموش کردن چراغ اسلام نظریه بدیم. 7000 کشیش باسواد کاردینال، من انگلستان با یک کشیش صحبت میکردم خیلی باسواد بود، خوبم شیعه رو میشناخت، مذاهب رو میشناخت، گفت من دکترای ادیان دارم. 7000 پیشنهاد داده شد برای کشتن اسلام. از 7000 پیشنهاد 700 تاشو به عنوان نخبه پیشنهاد گرفتن، مطالعه کردن، 70 تا پیشنهاد در آوردن، 7 تا پیشنهاد در آوردن، یه پیشنهاد تو این 70 قبول شد. بنا شد که کاملا خرج بکنن برای پیاده شدن این پیشنهاد و اون این که اگه میخواین چراغ دین خاموش بشه تمام دختران و زنان مسلمان رو نیمه اوریان از خونه ها بکشین بیرون و زمینه بسازین تو تمام ادارات، تو تمام فروشگاه ها، تو تمام شهرداری ها، تو تمام پارک ها، تو تیاره ها، تو قطار ها ولو بشن. همین که مردان مسلمان این پیکرها و قیافه های زیبا رو دیدن و رابطه برقرار کردن، دینشون هم بمیره، کم کم اسلام با بیهجابی کامل زنان نابود. دختردارا دستتون در نکن، دختردارا واقعا خسته نباشید که با فکر کیا با دخترانتون در مقام کشتن اسلام در آمدی. متاسفانه از اینجا به بعد کلیپ کپی رایت داره و من نمیتونم روی یوتیوب پخشش بکنم، بنابراین کامل این کلیپ رو، یعنی صحبت‌های بنیامین نتانیابو و شیخ حسین انصاریان رو در قالب یک کلیپ داخل کانال تلگرام و ایتامو میذارم که اونجا بتونید ببینید و برای بقیه هم بفرستید بفهمن که دور و برشون چه خبره. لینک تمام شبکه‌های اجتماعی ما هم زیر همین ویدیو هست، برید عضو بشید، اونجا اخبار، کلیپ‌ها و موارد این چنینی که نمیشه تو یوتیوب منتشر کرد اونجا به سمع نظرتون میرسونیم. دشمن رو جدی بگیرید، تو حوزه نظامی هیچ کاری نمیتونن بکنن، اما تو حوزه فرهنگی پدر ایرانی‌ها رو در آوردن و اگر جلوی این رو نگیریم شکست ایران قطعیه.
یا علی، التماس دعا، خدا نگهدارتون.